شفقت این مردم. داد از غم نادانی، چه بوی پایم میاد اینجا. به به آمدم، آمدم شاهم. این زن رو ببینیم. آخه زن، تو برای کی داری گرگه میکنی؟ این چادر مذلت رو کی به سر تو کشیده؟ این بدبختی ها رو کی به سر تو آورده؟ همون جمهوری اسلامی که برگرفته از همین رضا و علی و محمده. با این خفت و خاری از یکی از کسایی که با کشتن نیاکانتون وارد کشورتون شد و این نکبت اسلام رو براتون آورد درخواست کمک میکنید؟ نگاه، این پیرمرد نادان، یک عمر گریه کردی و اومدی از رضا طلب برآورده شدن آرزوهاتو کردی. چی کار کرد؟ آخه اگه کاری برات کرده بود که این قیافه و این وضعیت رو نداشتی. چمون شده ما مردم؟ آخه تو زن چادری که همین رضا و محمد و علی، همین اسلام، این چادر مذلت و سرتو کشیده و به خاک سیاه نشوندتی، تو زندگی تو سیاه کرده مثل همون چادر سیاه، اینجا اومدی چی میخوای ازشون؟ کسی که خودشو غریب میدونسته توی ایران، امام غریب بوده، یعنی ما ایرانیا غریبه بودیم براش. ما مردم فریب خورده، ما مردم نادان، ما مردم مسلمان، ما مردم اسلام زده بدبخت، به جایی که بریم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم که باعث همه بدبختی های ماست، میایم زانو میزنیم و گریه میکنیم و به رضا التماس میکنیم با این قیافه های ذلیل و بدبخت و ازش طلب آرزوهامون میکنیم. همون آرزوهایی رو که با رفتن جمهوری اسلامی به دست میاریم، همون آرزوهایی رو که رضا و محمد و علی باعث نابود شدنشون شدن با آوردن اسلام به ایران. الان ببینید اون دیواره ها پر از میکروب و کثافت و عفونته و این مردم نادان، ببینید، گله وار اومدن دور این ساختمان کثیف که پر از میکروبه، که هزاران دست و هزاران دهن به اینا خورده و از این بزاقا و از این دستا کلی عفونت و میکروب روی این در و دیوار این ساختمون هست. باز یه عده دیگه میان باز به اون دست میزنن که آرزوهاشون رو این در و دیوار و اون جسدی که توی اون گور 1400 سال پوسیده برآورده کنه. یعنی این مردم نباید فکر کنن که اگر رضا میتونست دردی رو دوا کنه، اگر رضا میتونست کسی رو درمان کنه، اول از همه جلوی چشمتون خامنه‌ای رو درمان میکرد. خامنه‌ای که نوکر درگاه رضاست، مگه نیست؟ این همه هم اومده به پابوس رضا. چرا این دست چلاقش رو رضا هیچ کاری باش نتونست بکنه؟ چرا رضا عرضه نداشت که خامنه‌ای رو درمان کنه که همه شما بهش ایمان بیارید بعدش؟ بگید یا امام رضا یا زامن آهو، پس معلومه که تو این قدرت رو داری. جز این که شما بیاید اینجا میکروبای همدیگر رو با هم رد و بدل کنید، چه اتفاقی میفته اینجا؟ اصل موضوع رو بر کردیم، اومدیم تو حرم رضا، تو حرم یه عرب که هیچ ارزشی برای ایرانی قائل نبوده، گریه میکنیم و ازش کمک میخوایم و شعورمون رو به کار نمیندازیم. همون پیرزن پیرمردایی که اونجا الان با این قیافه ها میبینید، اینجور حقیرانه
دارن گریه میکنن و التماس میکنن اونجا، یه خوده فکر نمیکنن، شعورشون رو به کار نمیندازن که اگر رضا کاری برای شما قرار بود بکنه، این همه سال که اومدید و رفتید به حرمش یه کاری براتون کرده بود. به این سن رسیدید، این هم وضعتونه، رضا هم هیچ کاری براتون نکرده، بازم سر پیری پا میشید میایید اونجا که الگویی بشید برای نسل جوان که اونا هم همین حماقت رو زنجیروار تکرار کنن. این یعنی نادانی یک مردم، این یعنی نداشتن شعور و فرهنگ در یک مردم. صحبتمون رو با صدای نفرت انگیز اذان و دیدن این صحنه زیبا از دریای آدم‌های نادان و فریب خورده به پایان می‌بریم. یادتون باشه تا روزی که این صدای نفرت انگیز اذان در آسمان کشورتون شنیده میشه، روی خوشی رو نخواهید.